اما خبر آخر شایان مسلح توسط افراتی های فضای مجازی مورد حجمه قرار گرفت این حجمه ها در پی انتشار تصویری در شبکه های اجتماعی صورت گرفته که در آن فراکسیون اهل تسنن مجلس ایران طی نامه‌ای مدعی شدهاند شایان مسلح فوتبالیست سرشناس و شاعر خوشزوق اهل بیت علیهم السلام به مقدسات اهل تصنن بی احترامی نموده است در این نامه که هنوز هویت آن توسط مراجع قضایی ایران تأیید نشده ادعای مبنی بر اهانت شایان مسلح به پیامبر خدا صلی الله و آله همسران ایشان مطرح شده است همچنین این نامه که به امضای نمایندگان فراکسیون اهل تسانون مجلس قانونگذاری ایران رسیده وی را به شکایت تهدید نموده و از فدراسیون فوتبال ایران نیز خواسته تا با مسلح برخورد نماید نامه مذکور که ناقض اصل آزادی بیان و عقیده برای شهروندان است واکنش های بسیاری را در فضاهای مجازی به دنبال داشته تا جایی که یکی از سنی های رای طالبان در افغانستان این جوان موفق شیعه را تهدید به قتل نموده است فعالان شیعه در شبکه اجتماعی نیز در واکنش به حملات افراتی ها به شایان مسلح با راهندازی هشتک هایی حمایت خود را از وی اعلام کردند. این هجمه ها با تحریک رسانه یکی از شبکه های محوره فارسی زبان حامی سانی های تندره داعش و با هدف فتن انگیزی و اختلاف افکنی بین شیعیان و اهل تسنن ایران آغاز شد.